رنگ دیگه است تا سالن صبح خوش خونش برام تا سالن وای وای سلام اه آقا من اولش هم قبل سلام. اپیزود بگم اگه من گوشیمو چک میکنم پایین خانواده سوالایی دارن که مثلا شرایط خاصی آره شرایط خاصی من الان کجاست الان توی شرایط خاصی ام زیباست درست ایشالا که این ایام به خوبی بگذره برات ایما و من الله توفیق و ادلال الحمد بفرمایید سلام چطوری؟ خوب خوبی این خوشی سلامتی آره این خوشی مید اپیزود مید اپیزود بخیزود بخیزود بهتون حال داد بین آره همیشه من میگم همین این همه خونه شما بودیم یه مید اپیزود اینجوری نداشتیم دست تا زیر بغل اصل بکن اون همه استیکی که به ما داد از از... یه روز خونه نوک بازال... انگشت تا بالای ناف برم تو اصل همونطوری اینطوری تیز شمس برم تو دهن شما باز گاز میگیرید حالا خیلی خوش گذشت میده بیزاد خونه فرزا به من هم خوش گذشت ولی منو دیس نکنید خونه فرزا چرا من دیس چرا <تصحكی> لگدو به من بخوره ولی خدای نکرده به شما دیس نشه دیس 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 نه لگده چیز منظورش آها لگده لفظی <m> <تصحكی> 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 لفظی <لفسی> اجازه بدید که پذیرا نباشم این دیسو مرسی چه خبر؟ خوب خوش سلامت امروز برامتون چیه بعد از همیشه دنبال نهاریم دیگه یعنی شباب به فکر شکمیم الان که ساعت چند ساعت؟ چهار ده دقیقه است دیگه تا اون موقع که نه دو دو چلو شیشه چهار قدیم چهار ده دقیقه دو سال هم که این اپیزود میکشه اینا رو درست کن اینا با قدیم همه اینا رو درست کن بله همین طوری بچه هم میخندم خیلی هندونه خوردیم آقا یعنی سرطان گرفتم این اپیزود اینقدر خندیدم آره خلاص بچه ها بعد از اینجا دنبال نهارن و من که برگردم در آقوش این هنوز بره یه آهنگ ملوی پخش میشد ولی پس پیش زمینه قشنگی بود چیز نشیم دیمانتاج نشیم نه نه نگه اون با من منتیزیشن خیلی مهمه ما رو از این رو به اون رو میخونه چراغ این خونه آره چراغ این خونه چراغ خاموشه اینجا آره کاش چجوریه اینجا پولیه درست شما چی شما برنامه دارید برای ادامه هفته یا در ادامه هفته نه توی طول هفته برنامه خاصی دارین این یا اینکه کار و زندگی تا ویکند هفته ای که میاد نه خیر فکر کنم ایونت لسه ای خبره خب پس تو چی تو خودت برنامه چیه من خانواده اینجان دیگه باید سعی کنم که منج کنم مثلا اونایی که در قرنطینه نیستن رو شاید من ببرم چون آخرین باری که در چهار نفرن دو نفرشون مثلا سه سال پیش اومدن دو نفرشون 10 سال پیش اومده بودن اینجا جاهای جالبی میشه برد گردونشون کجا میخوای ببرین هنوز تصمیمشو نگرفتم ولی احتمالا مثلا همین ساسپنشن بریج و البته اونا رفتن چیزایی که 10 سال پیش هم بوده از 10 سال پیش تا الان اتفاق خاصی نیفتاده تو ونکوور چیز جدیدی مثلا به وجود نیومده که سمت مثلا مزرعه شرق میتونیم آره چون میخوایم بریم گلابی بچینیم نه نه مزرعه چیزای باحالی هست واسه گردشگری سمت یه سی دقیقه که از مرکز شهر بری سمت شهر ولی خب حالا حالا بچه‌ها که تقریبا هم سن ما هن علاقشون یکیه مثلا پلی و فوتبال و اینا اگه فوتبال پیدا کنیم میتونیم بریم فوتبال بزنیم فوتبال چیز رو چمن یا سالونی ببین اون اوج آره خیلی تاثیرگذار بود سوالت خب میخوام جا سراغ دارم سالونی دیگه من رو چمن بازی میکنم من رو چمن چمن زمان چمن زمان سال اون دفعه پیش که اومده بودم اوج والیبال ساحلی ما بود من با هیچ کدوم شما شما هیچ کدوم تون نبودین در واقع اون موقع والیبال تو امبلفاق. هر روز میرفتیم والیبال بازی میکردیم جدی ها خبراش به ما میرسید بله من پایم تا... بریم میدونم کارون بازی میکنی یا مستو آره. نه میکنه پارسال هم یه نیمه من ترجیح میدم که تو آه. کار ورزشی زیاد انجام ندی چرا چون همین توی داری مصون میشی آخه عاشق مصونیت شده الان دیگه سنمون که میره پروسه مصون میشی هیلینگ آره بسکت هم کرد زنده بالا این بعد اینو می‌خواستم بگم یه مال خیلی یه مرکز خرید خیلی, خیلی خسته و قدیمی هست وسط های ونکوور بعد یه یه جایی رو درست کردن میری از این گاگلا میذاری بشینی نک های شنا نه نه از اینا که واقعت مجازی توش بودی آره. نه, نه از اینا که بزرگه میذاری سر مثل آکیولس اینا خب هدست های واقعا آره آره یه سری تفنگ هم بهت میدن و اینا تیمی شروع میکنین چیز کردن مس بتل رویال تور اوه. اونو دیدم خیلی باحاله دو مدل داره سوال استفاده کردین از این چیزا نه هیچ برای گیم اینا استفاده کردین آره به واسطه خواهر میرفه ورده بود در خونه داشت چیز میکرد دمو میداد و اینا بعد من گوشه بودم رو و از این چیزا هست که احتمالاً دیدین توی حالا اینترنت و اینا این یه سری چیز میاد رنگ میاد بعد با شمشیر مثلا اینا رو بزنی و آره آره عجیبی فروت اینجا مثلا فروت اینجا جوری میچرخیدم بعد که ویدیو خودم دیدم خیلی, خیلی مسخره بودم به آدم آدم بدی بودم مسخره آدم خیلی مسخره شده بودم و اونا داشتن به من میخندیدن و این بده این خیلی بده ویدیوهای فیل اینا هست میزنن شش تلویزیون می آره آره, آره. کنند ناراحت کننده که فکر کنم دوست داری که تو خونتون شیشه تلویزیون بیاره پایین نه من میگم ناراحت کنم نه دوست داری که بیاره پایین و پولیشو بگیری من اینو میفهمم وی تو اگر که میخوای میتونم بیارم یه نزدین ستاره خونه بچه ها و حال یکی این کار انجام میده در میاره این کارا رو باشیم کسی که تخصصش رو تلویزیونم بود ولی بدون هدست چه کنن اون بده اون آدم نباشید سعی کنید میشه یه نصیحت بکنم بفرمایید سعی کنیم آدم بدمست نباشیم این بفرمایید میخوام بریم سر اپیزود میزنی دکمه ما رو یا این با پاش بزنه چپ رو بزن سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من فراد نشسته سلام کارونو و مامان با سلام سلام جونم براتون میگه که اپیزود 303 ماست و فراد ناپریزی کرده و میخواد بر اون اپیزود عجیب. داره واقعی. عجیب شف مرتب بزنید شف مرتب بزنید درش واقعا یعنی کم پیش میاد تماشاگرم آورده با خودش بین بده آره نمیتونه بزن پایین و هیچ دوستمون چرا نیاز به اتنشن داره که گفت من لایف آدینس میخوام تهیه کنید و اصلا مثلا اینطوری بود که مسابقه های حسینی بود مثلا شطور وق می جایزه میدادن چه کیف باز میکردن با هم دیگه عوض میکردن و اینا همه برای که بخواد اون بیست رو پر کنه تمام این کارها رو انجام میشه دور بینم دو... به سمت ایلون و دیجا نه دیگه اجازه بده که دیگه بلند نشم چیزا رو عوض کن جا عوض کنم آه. ولی خواستم در جریان باشه که لایو سریم. داریم اگر که صدای خنده ای اومد از پشت بدونید که درست میشنه این درسته با بوده فرهاد قبل از اینکه این سر اپیزوده خوبی خیلی عالی اشغال فرزاد به یه دونه هندونه داد استاد هندونه های نامنظم فرزاده ببین نمیدونم چرا الان خب هر موقع که میای خونش یه هندونه مثلا 18 نفره رو داره و من نمیدونم چه جوریه که اینقدر هندونه خوری قانون پایستگی نه اتفاقا هفته پیش اصلا نخوردم <applause> اول هفته بودی هیچ هندونه ای نخوردم ولی <applause> هفته که دوبه بودی دوتا هندونه خوب به با... تورم خورده بود ولی نبودی میوه دیگه. مورد علاقه هندونه است یعنی که بگم مثلا یه میوه را انتخاب کن فصلیه دیگه حتما. نه نه زیاد میوه ای که به مورد علاقه اینا نیستم تفاوت قابل نمیشه هرچی بیاد و مصرف میکنه تابستون دوست دارم هندونه بخورم رزبری چی؟ رز... <تصفيق> <تصفيق> سلام سونی، زمستون میوه خاصی داری؟ شما میوه دارید که تمام سال تازه باشه؟ ما با هم آشنا میشیم. میخوام 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 زیتونی اسمی برام بیاری، حرف نداره میکشه تو میوه دیگه. بعد رنگه. شما تو رنگ رو پرسیده مثلا قضا رو پرسیده دیگه هیچی نداره میوه چی؟ برند ماشین هم برای پرسه میوه چیزی دارید؟ دال خدا هاکیدی؟ تو. من خیلی میوه اینست چه خیلی لوس چی؟ بگو بگو یکی من رزبری تو نه کل همه سال تو ایران همیشه رزبری نه دیگه چون نبود چون میگم نیست آه ایران شاتوت میارن جایدم ولی خیلی گرونه از این میوه قاچاقی نه نیستم میوه درست سایه بود که تو ایران هم هست هندونه سج واقعا وای میمیرم برای پرتغال وای پرتغال میمیرم زیادش بد میشه هیچ چیش بد نمیشه چرا ببین اون فامیلای شما هن اون روز با بحث میگفتش که موز فلان زیادم بخورید موز بحثی بود آقا ما مورد داشتیم روزی یه موز میخوردن میگفتن واسه سلامتی آلیه دلم میگیره تا زور هیچی نمیخوام بخورم سر تو سه ما رفتن دکتریشون پوز زرد شده بود از دکتر گفت این میزان پتاسیم ما نیده بودی تو الان بو موز میدی خونت بو موز میده خب من خدا کیری من دو تا خوشه دو تا خوشه من هفته میخرم من دو تا خوشه موز میخورم در رفته چند شبیه خونمون خونه من دو تا خوردی من نخوردم من اون شب نخوردم اصلا بچه‌ها خوردن آره <ای> 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 آه. من چیز دیگه ولی من انارم خیلی دوست دارم فصل آره پاییز آره بنده آره. انار آره. میشه. انار رو با هسته میخورید هستهشو میخورید توف میکنی هر دونو فکر میکنم سنت از یه لولی که بره توف میکنی اون چیزی که وسطش داره اون شیطونی که وسطشه مگه میخوری اونو نخور آره بخوری هضم آره. سخته بابا مثلا با پنجاه ده تا دو دهنه تو دونه دونه نه نه همه رو بانک میکنی یکی گله خسته میذاری اون گوشه نه من نمیتونم اه؟ آره آه تو کلا نمیخوری نه <تصحیح> بستگی داره بیا بیا بازش کنی با... <تصحیح> بیا این اپیزود بیخیار شیم نه آماره در اپیزود سوات کنی ولی نه من هستم آره. من اون چیزای بیلبلا کنار در میام شما به ما بگید حزمش کامنت بذارید بگید که آیا شما برای حزم در معده خوبه نه بیل بیلک اون تو سفیده, سفیده وسطش هم آره. من اونا رو میخورم اونا آره. میگن اون پوست معده رو میشوره اون گسا ها اون سفتا سفتا اون آره آره پوست قرمز آره چیه, چیه؟ پوست سفید از بینش اینا رو بین چیه؟ اصلا نمیدونم این <تصفح> ببین انار رو انار رو, رو جدا کردی نه اونا رو هم جدا میکنه دیگه نه اونا هم میگن واسه پوست معده عالیه برو مش اونا رو من بخورم دیگه همه جامو میگیره پکیج می تو آخه تو انا رو میخوری که بشوره ببره نه بزنه بیاره بالا <تصفح> مفیده. مفیده خوب بخور تو از من بعد ما آها ما این هفته, هفته که گذشت لواشک درست کردیم <تصفح> لواشک چی لواشک آلو سیب و آلبالو گیلاس خونمونه الان قبلش صحبت بود که بیاین تو بود خیلی بزشن 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 خوب, خوب شده بود, میدم. سینیا شده بود. داشتیم سینی کجا داشتیم سینی این ایرانی این گنده ها نه دو, دو نقلیونه... تا سینی مربع خوشگل همتن... سینی یاد <تصفح> نیست سینی بود اندازه <تصفح> خیلی خوشمزه شد باری یه افتر تیست دودی هم داره من من ما توی توی شیراز خیلی درست میکردن سلام میرفتیم چیز میرفت ما مثلا تابستون که میرفتیم شیراز مثلا یه... یه, میز نارخوری داشتن شاید دوازده نفره بود از این ور تا اون ورش لواشک پنگ کرده بودن با. خیلی باحال بود و با میری وسطش تا تماما شده میتونی انگوش بزنی با نه ما اون کارها رو نمی کردیم خیلی سیویلایز ما برخورد کردیم همه کارا رو از دیوارا رو من بالا میرم ایشون با آره کت شلوار میرفت لواشک و اینجوری میذاشه دهنش فوق کاری که کردم دیوار سخت یکی رنگ زدم نوشتم استقلال رو دیوار سفیدشون دیوار تازه رنوید آره، آره. شده آره. آقا بریم سر اپیزودمون چارده دقیقه سریم داریم چرتوپت میگیم این قسمت بسه بهشون بگم <تصفيق> <تصفيق> اپیزود پر بهش میگن این قسمت اولو رو برو بریم خب قسم این اپیزود هست بحران میانسالی یا میدلایف <applause> کرایسس بله شاید واسه شنمندی یا حتی خود شما پیش بیاد که چرا من همچین سوالی همچین تاپیکی اومده تو ذهنم چرا واقعا؟ فرهاد برای اون بگو چرا این تاپیک تو ذهنم؟ <applause> من خب از اونجا که دیگه همه میدونن به ماشین و کلا ماشین بازی نه علاقه دارم اینجا عموما تو جامعه میبینیم که بگید باید. نه نه ماشین و ماشین بازی گفتی؟ آره تو جامعه اینجا مثلا اینطوریه که ماشین های اسپورت و خفن که میبینین تعداد خوبی از اونا رو راننده های سمبالا میرونن یه تعداد حالا یه تعداد دیگه هم هستن که حالا جوانایین هن که عموماً جوانای مهاجرن اومدن با مثلا وضع خوب اینا و یا حالا یه سری هم اینجا از طریق بیزنس اینا تونستن که افورد بکنن ولی بیشتر آدمای مسن رو میبینیم که در این ماشین رو میرن وقتی هم یکی اینا رو مثلا میگه مثلا ببین ماشین طرف و اینا رو شروع میکنن میگن آره این میدلایف کرایسیسشه داره مید لایف رو سپری میکنه رفته این ماشین رو خریده عموما این افراد رو میبینین توی این ماشین مثلا یه خانم خیلی مناسبی هم کنار دستشونه که اصلا شوگر هم سن خودشون هم نیست این که من میگم خیلی کلیگوییه ها ولی از اینجا میاد چند ساله بعد این کارو بکنی؟ شما بعد اپیزود بیاد تا این یه باور خیلی 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 کلی گویانه و حالا کف جامعه طوره همه مثلا اینطوری همچین کیسی که میبینم میگن طرف مید لایف کرایسیسش من خیلی همیشه میرفت رو صابم گفتم بابا خب یارو حالا تلاشش کرده و یه اندوخته داشته اینا حالا که دیگه میتونه چیز بکنه زن سمپاین نه نه حالا کاری به اون رابطه ندارم میتونه این ماشینه رو بگیره چون خیلی تمرکز روی این نوع ماشین و این نوع, خر... این نوع رفتار هست بعد واسه هم کلان جالب بودی حالا مثلا صحبت و اینم که میکردیم تو خونه این این عبارت مید لایف کرایسیس یا بحران میان سالی میاد تو ذهنم گفتم که برم تاش رو در ببینم مثلا چیه راجع به چی میگن و اینا آقای الیوت ژاک در سال 1965 این مفهوم بحران میان سالی رو کلا میاد مطرح میکنه و در ادامهشم هم حالا روانشناسانی که پیرو اینجا هست اتفاقی فروید و یونگ بودن کلا از این ترم از این عبارت به طور گسترده استفاده میکنن بحران میان سالی دوره طبیعی در زندگی افراد که اون فرد از دوره جوانی به میان سالی یعنی از جوانی وارد میان سالی میشه اریک اریکسون که اونم یه روانشناسه یه نظریه معروف هشت مرحله داره که زندگی یک آدم رو به هشت مرحله تقسیم میکنه و در اون هشت مرحله این این مرحله که ما داریم راجعش حرف می‌زنیم بزرگسالی میانه ازش یاد میکنه و توضیح میده که تو این دوره مردم به طور طبیعی با سوالاتی در مورد معنی و هدف زندگیشون دست و پنجه نرم میکنن. شروع میکنن به فکر کردن. و تو این دوره افراد شروع به مقایسه دستاوردها اهداف و داشته فعلیشون با اونچه که تو دوران نوجوانیشون داشتن شروع کردن مقایسه کردن آرزو داشتن به اینجا برسن از مالی رابطه ای اه اه کاری مثلا به جای برسن ولی حالا که الان به این سن رسیدن میبینن آیا واقعا آیا به اونا دست پیدا کردن نکردن سن خاصی هم داره یا من حالا چند تا چند تا منبع هی میخوندم و میدیدم ویدیوهای مختلف اینا خیلی خیلی یه میشه گفت خیلی خیلی بازه متفاوت متفاوته آره ولی چهل سالگی عددیه که میشه مثلا گفت همه میتونن سرش متفق القول باشه متفق القول بگن که چهل سالگی بعد مطالعاتی که انجام شده نشون میده مردها و زنها هر دو بحران میان رو تجربه میکنن ولی علائم و پیامدهای های این بحران تو هر کدوم متفاوته مردها بیشتر رو دستاورت ها تمرکز میکنن و تمایل دارن موفقیت هاشون رو به اطرافیان ثابت بکنن این در حالی که مثلا زنها بیشتر متمایل ببینن که جذابیت ظاهری و ظاهر فیزیکیشون رو حفظ بکنن ولی بازم میگم من که خودم حالا این چیزا رو میخوندم این خیلی به نظرم کلی گویانه بود ولی خب بازم همش متفق قول وقتی از خانم ها و این بحران صحبت میشد ظاهره و اون ظاهر فیزیکی خیلی بیشتر ازش یاد میشد یا چی چرای پشت این قضیه رو گفتن که چرا مرد اینجوری هستند اینجوری, حالا جلوتر یه چند مورد میگم حالا ببین اگه جوابت بود اگه نبود که میتونیم بیشتر صحبت بکنیم آره تاکسون. آره بوتاکس بهش میرسی فیلر برو آره نه من بعد میگه که میان تو مردا خودش رو با عصبانیت پرخاشگری ترک کار منزل و یا حتی شرکی زندگیش نشون میده حالا مثلا این از یکی من اولش گفتم این خیلی اتفاق میفته و تو خانوما با ناامیدی افسردگی بیحسلگی افسوس و سرزنش دیگران این مثلا تو اون سوالایی که مثلا پر میکردن بیشتر خانم ها این اینا رو از داشته بودن از داشته بودن شاید. بعد در ادامه چون تو این دوره بیشتر میان سالا فرزند خودشون رو یه بزرگ کردن و به عنوان والدین وظایف چندانی مثلا در مقابل فرزندشون ندارن در, در مقایسه با گذشته ندارن مایلا کارهایی انجام بدن که تو گذشته انجام نمیدادن و مجالش نمیشده و حالا نکته هم که جالبه حالا واضحه تقریبا اینه که افرادی که تو جوانی و نوجوانی با علایق و آرزوی خودشون زندگی کردن و برای که دوست داشتن رفتن کمتر از بقیه به بحران میان سای دوچار میشن این بده این به حواستون باشه آره این اینو خیلی اذعان میکنن یعنی حتی همین آقا آقایونی هم که ماشین آنچنین سوار شدن و اینا باشون مصاحبه میکردن عموماًشون اینو اینو اه اه میگفتن آخه که آخه نمیشه دیگه یعنی تو مثلا موقعی که نوجوانی خب شاید توانشن. یه آره یه ماشینی بخوای که واقعا نه خودت نه خانواده توانایی خریدش رو ندارن دیگه کاریش هم نمیشه کرد این فکر هم بیشتر منظورش اینه که حالا ماشین خواستنه ته قضیه است اون سبک زندگی است مثلا تو مجبور شده باشی درسی رو بخونی که دوست نداری کاری رو انجام بدی که دوست نداشتی که صرفا زندگیت به چرخه اون بیشتر سر میزنه نه اینکه حالا تو یا رابطه جوان... حتا. یا رابطه حتی نه اینکه حالا تو تو نوجوانی مثلا دوست داری ماشین چقدر گرون سوار که خب قطعا نمیتونی این فکر بیشتر اونه یعنی تو مجبور شده باشی کاریو بکنی که در در واقع همسو با علایقت نیست اون موقع بحران میانسالی بیشتر سر میزنه نه حالا شاید شما. اطرافیان من بودن اول احساس میکنم مثلا دوران نوجوانی خیلی مادی گرایانه بود همه چی یعنی مثلا نوجوان اطراف ما همه چی خیلی مادی بود مثلا من فلان لباس رو میخوام فلان کفش رو میخوام فلان برند بپوشم آره یعنی همه چی بیشتر مادی بود تا دستاورد محور یعنی تا اینکه مثلا من برم فلان کار عجیب انجام بدم او مسافرت آره رو برم گفت میگف... چیزی که گفت اینه که اون آدمایی که حالا به اون سن رسیدن اگه تو نوجوانشون اون زندگی رو نکرده باشن که میخوان یعنی بر اساس علایق و هاشون باشه اون حالا من فلان لباس رو میخوام فلان چیزو میخوام اون سبک زندگی نیستش که اون یه چیز گذرا است 15 چه سبک زندگی داری قرون مثلا آمد. تو س... چرا تو گیم دوست داشتی بازی کنی فرض کن تو رو مجبور میکردن گیم بازی نکنی خب این میشه خلاف میلت زندگی آه. کردن بعدن عقداش از یه دیگه میزنه خب بیدن. مجبورش این بود که خب دادش باید بلنشی بری سر کار چون با هزینه تو خود در بیاری یعنی آره حتی برای هزینه, هزینه در آوردن فرض کن تو علاقه هنری داری میتونی مثلا بری چونم نقاشی درس بدی میتونی کار هنری بکنی میتونی موسیقی کار کنی و زندگی تو بچرخونی ولی از اون طرف میتونی اونو بذاری کنار بری یه کار دیگه انجام بدی که شاید مثلا بری توی منشی یه جایی بشی توی نوجوانی که حقوق بیشتری داره این باز میشه خلاف میلت زندگی کردن شاید. از زیاده خوبی چه آرامشی داری میگم دوستان عزیز ما یه از باتری دوربینمون تموم شد مجبور شدیم که دوباره زد کنیم من میگفتم که تو اون سن که هستی احتمالا همچین آپشنایی نداری که بخوای انتخاب کنی یعنی ما که مثلا نوجوان بودیم دیگه این بود که یا تو رستورانی کار میکنی یا میری توی مثلا مثلا دوران مدرسه زیاد کارای اون دل بخواهی شاید واقعا نمیتونستی انجام بدی خیلی کم بود کسایی که مثلا طرف به قول تو داشتم نقاشی درس میداد علاقش هم نقاشی بود ولی حالا این من مف... که... فکر کنم کارون بحثش اینه که اون روش زندگیه میتونه تاثیر عمیق داشته باشه و خیلی بیشتر دخیل باشه تو این بحران میان سالگی تا اینکه حالا تو مثلا فلان ماشین رو دوست داشتی بهش نرسیدی ام. ولی حالا یه, یه جنبه نه یه جنبه حالا خیلی سطحی ترش حالا با این افرادی که صحبت کرد، صحبت کرده بودن اینایی که حالا اختصاصا ماشین ماشینای خفن داشتن اینا چند تاشون میگفتن آقا ما اون موقع اصلا خانواده سرمایه‌داری هم بودیم بعضی مالیمون هم خوب بود ولی چون ذهنیت ما بابایم بابا این بوده که نه الان نباید داشته باشی سیف کن فلان کن اینا میگفتن ما اون اون لذت رو اون تایم نتونستیم ببریم نتونستیم اون 20 سالگی که حالا مثلا اون بین 20 تا 25 سالگی اون ماشین رو داشته باشیم ازش لذت ببریم واسه همین سعی کردیم وقتی که خودمون تونستیم از از کار خودمون عجیب خودمون خرج بکنیم سریع اون عقده اون موقع رو اینطوری موقع واقعا لذت عمیق می بردن نمی‌دونی دیگه ادامه نپرسیده بودن موقعی که می‌خریش آخه چرا نبری وقتی که اساس تأثیرش چیه آجی فکر کن نه من همیشه به این اعتقاد دارم تو مثلا وقتی یه ماشین دوست داری یا هر چیزیو تو سن چه می‌دونم 18 سالگی اگه بهش برسی خیلی متفاوت سن 58 سالگی بهش برسی یه لذتی که تو سن 18 سالگی می‌تونی از اون شی یا از اون ماشین یا از اون کالا ببری خیلی متفاوته تا 58 سالگی دغدغه آینات هم کمتره دیگه من اینجا از این دقل... های اسکول همه اینجوری <applause> <applause> نه آخه من میپرسن چون من خودم هیچ وقت اینجوری نبودم یعنی من هیچ وقت مثلا بچه بودم دوست نداشتم فلان ماشین رو خودم داشته باشم هر چی دوست داری هر مشکلاتی به من بگو من همه اینا رو تجربه کردم منم مثلا من خودم این این تجربه داشتم دیگه ولی خب امکانش نبوده همین میخوام بدم مثلا حالا تو چند 10 سال دیگه اونو بخری واقعا لذت عمی می میگی 10 سال دیگه اپیزود آره. آره. دنبالش از 1300 ولی من چیز میگم ادامه حرف ایمان این حرف که ایمان زد چند سال پیش یه بحثی بود اینو گفت فکر میکنم پنج پنج سال پیش بود یا شاید کمتر گفت که من دوست دارم حالا فلان ماشین یا حالا هر خریدی که دارم الان انجام بشه تا همون 50 سالگی و اینا به خاطر اون علاقه ای به خاطر اینکه نمیدونم اون موقع چه... چه حسی دارم نسبت به این تجربه باشی و نباشی. بعد خیلی رو من تاثیر داشت یعنی چند شب پیش دوباره گفتم من هر چند وقت یه بار به این حرف ایمان فکر میکنم به خاطر اینکه من همیشه هم تو ذهنم بود که نه مثلا الان و... حالا سختیه رو بکش و فلان که یه روز دیگه ای مثلا این لذت لز... رو ببری و یه تجربه شخصی هم بگم حالا من برای خودم مثلا ماشین که خریدم من ماشین که خریدم مثلا ماشینی بود که همیشه دوست داشتم بعد از یه سال و نیم عادی شد یعنی تویدم که خب الان من میتونم ماشین رو نداشته باشم یه ماشین عادی هم داشته باشم ولی اون اتشه رو خوابوند یعنی من همیشه من یادم من از موقعی که های اسکول میرفتم اینجا دبیرستان میرفتم تو که من یه ماشین خوب میخوام یه ماشین خوب مثلا میخوام بخرم بخرم, بخرم. ولی موقعی که خریدیش مثلا یه سال بعدش عادی میشه یه سالی خیلی ولی تو اون یه سال حال کردی باش دیگه من هنوزم باش حال هم میکنم هم. یعنی هنوزم هنوزم میگم مثلا ماشین شب مورد علاقه من هره. تا آخر عمرم ولی اینطوری نیست که الان اگر نداشته باشم میشم دیگه دنبالش نیستم یعنی اون آتش خوابید ولی نمیتونم تصور کنم اگه تا 50 سالگی اصلا نمیخریدم دیوونه میشدم دیگه ام. شایدم نمیشدم ولی تو ذهنم اینطوری دارم به خودم میقبولونم اجازه بده که با خودم رو راست باشم پنج سالگی نه یه سکوتی کردی که ایمان رو میدیدیم یه هدیه هم داری میدیدیم نه بابا دارم گوش نه هده ایمان رو میدیدیم پنجاه سالگی بایش رو بیبی یکی من الان الان نمال شگر مامی میگردم رزومت کجا میشه گرفت میتونن دراپ بکنن به ایمانت ایمان دست بک دات کام و دراپ بکنن رزیماتون رو نگاه میکنیم و بهتون برمیگردیم تو چه رکس هم بفرم آره این این دست از افراد که رفتن راه خودشون و اون کاری که درشون میخواسته بکنن و کمتر از سایرین به بحران میان سایی چار میشن و پذیرش این دوره برشون آسون تره. ولی دسته دیگه که اکثریت هم تشکیل میدن یهو به خودشون میان که سنشون بالا رفته زمان گذشته و اونا هنوز برای رویاها و آرزوهاشون کاری نکردن و قدمی برنداشتن این و این خب خیلی دردناک بود حالا تو اون, تو کلیپ که بود آدم میگفتن مثلا من خودم هی سر کردم بزنم جمع آدم ها ببینم که نمیخوام هیچ جوره اون،, اون تو به اون سن برسم و بعد بگم که ای کاش این کار کرده بودم ای... یعنی اون اون ریگرته اون حس پشیمونیه افسوس. افسوسه نباشه خیلی بده حاجی افسوس و ریگرت میخوره آدمو یعنی در جدی میگم آه. یعنی من حالا, این حالا مثلا آدم هشتاد ساله نه من, طور. مثلا من خیلی نسبت مثلا به دوبه اینطوری شدم که چرا مثلا این کارا رو انجام ندادم دیوونم داره می هم دارم دیوونم می آیا میتونستی آن... انجام بدی یعنی آخه اینم هست دیگه تو یه می... یه تو تایم دیمیت... همیشه دیمیت اینی که میتونستی دیگه یعنی هیچ وقت اه... نتونستن شاید هم واقعا نه از لحاظ مالی میتونستم نه از تایمی میتونستم نه از هوایی مثلا امکان پذیر نبود ولی ام... همیشه د... میاد تو ذهن دیگه آره و این آگاهی به این موضوع میتونه برای این دسته از زن و افسوس همین کردن گفتم افسوس و پشیمانی زیادی به همراه داشته باشه و همچنین باعث بروز علائم و پیامدهای های میان سالی به صورت حاد بشه و بر روی سلامتی و رفاه و وضعیت مالی افراد تاثیر خیلی زیادی میذاره حالا علائم بحران میان سالی سال واسه اینکه خودم مطمئنشم درست نمیدم یعنی مثلا مردو به اون سن میرسم نه جگلون آره ببخش. مردو به اون سن میرسن مقایسه میکنن خودشون حالا با علایقی که اون موقع داشتن ببینن اگه نرسیده باشن به اون حالا جایگاه و نونم کالا و هرچی که هست دو اون مشکل میشن خانوما چجوری یعنی نگاه میکنن ببینن اگه اون میارای زیبایی رو نداشته نه نه خانومها ها هم طوره ولی ولی بیشتر بیشتر تمرکزشون روی اینه که آره خودشونو با جوانی خودشون ظاهر خودشونو با ظاهر جوانی خودشون مقایسه میکنن میبینن مثلا افتاده تر شدن چون کلا خانوما نسبت به آقایون سرعت چیزشون ایجینگشون بالاتره ایجنگ خب ایجنگشون... الان ببین تو این حالت یعنی مردم ممکنه دوچار مهران بیانس مهران میانسالی نشن به خاطر اینکه حالا فرض کن طرف به همه اون چیزی که میخواسته رسیده ولی خب زیبایی بالاخره اون نه، حاجی بعضی حالا به زیبایی هم اسم یه برش انگار بازی باخت باخت یه برش ممکنه حتی یه <تصفح> برنده هم داشته باشه داشته نه باخت باخت باخ نیست بعضیا مسی که بعضیا بردن در میکنه حاجی تو ببین آنجلینا جولی کف میکنی بفر آره ولی ولی میدونم تو میدونم چی میگی بله آره همونطور که گفتیم آشفتگی روحی و افسردگی از شاید ترین نشونه های این دورانه یه مقاله چاپ شده توی مجله آمریکایی آتلانتیک و خیلی مجله معروفی در رابطه با مسائل اجتماعی و روانشناسی و علائم افسردگی مرتبط با ب... آره من افسردگی مرتبط با این دوران رو تو مردان و زنان کمی متفاوت میدونه برای مثال اگه بانوان حالاتی مشابه غم و اندوه ناامیدی فقدان احساس لذت خستگی جنسی رو تجربه می‌کنن آقایون علاوه بر اینها علاوه بر این نشونه ها خستگی جنسی رو <laughs> با مواردی مثل پرخاشگری تحریک پذیری از دست دادن کنترل عصبانیت و از افزایش ریسک پذیری هم دست و پنجه نرم میکنن افزایش ریسک پذیری گفتی آره یعنی جالا. کارای مثلا آره میدونم چه میگم حالا بهش میرس حالا پیامدهایی که داره بحران میان سالی یکیش تغییرات ناگهانی در خلق و خو و احساساته یکی از اولین نشونه های این دورانه و خیلی سریع خودشون نشون میده افراد ممکنه تغییر شغل ناگهانی داشته باشن تغییر روابط عاطفی داشته باشن تغییر محل شهر سکونت یا اینه اینه باشه یه دورم با سام بزن جلو دوبین شاید اسم اولش ایمان باشه تغییر محل شهر یا سکونت یا به صورت خیلی واضح و مبرهن برای دیگران تغییر سر و وز خودشونو این دسته مم. از افراد میل شدیدی به ایجاد تغییر پیدا میکنن و تو این راه تصمیمات عجولانه میگیرن <applause> که گاهن قابل بازگشت هم نیست و مثلا یعنی در آخرش میشه. آره، پشیمون میشه آره منتهی میشه به پشیمونی و افسوس پش... پشیمون هم میشه گاهن. خودشون آره 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 خودشون یکی دیگه هست که اصلا دیگه تعریف یعنی توضیح نداره تغییر تو عادت خوابه <تصفيق> <تصفيق> اینا گریه داره ایمان اینا گریه داره یعنی حالا میگم چون تعریف نداره چون یه حالت پنجا پنجا توری یه سری ها یا اصلا کلا بیخواب میشن برنامه خوابشون به هم میریزه یه سری ها خواب میشن. پرخواب میشن اصلا از خواب. کار زندگی و اینا میفتن یکی دیگه که خیلی باحاله و حالا تا تمام شد رو جایی صحبت میکنم یعنی نظر شخص رو میدم تغییر در روابط و جایگزین دوستان قدیم با رفقای جدید و جوان جوان. جوان آدمی که بازم ایمان من کیه جوان؟ روبه جوان ها بردی؟ آدمی که با, با, با این بحران میان سالی آره دیگه دست و پنجه نرم میکنه از تی شدن جوانی و نزدیک شدن به مرگ میترسه این وهمه هم میگیرتش ناخداگاه برای مقابله با این مسئله با رفقه قدیمش که هم سن خودش خودشو یاد یادوار سن واقعیش هستن و واقعی گذشته ای که فکر میکرده از دست فکر میکنه دست رفته اصلاً به هم میزنه رو قطع میکنه و شروع میکنه پیدا کردن دوستای جدید و جوان <applause> آره واقعا کم <applause> سن و تلاش میکنه که به واسطه رابطه با اون دوستان جدید میانسالی خودش رو فراموش بکنه یعنی سرپوشی روش بذاره این داره ناراحت میشه واقعا اپیزود رو انگار با قصد و قرص نوشته آره نه قشنگ بود من اینو خیلی هم تو ایران دیدم هم هم تو ایمان هم تو کانادا آره مثلا یه اکیف پس همه چه دیدی دیگه هم تو ایران دیدی هم تو دیدی شیطوی نکن یه اکیپ دوستی بودن از فامیلای ما میانگین سنشون رو بیست دو اینا بود بعد اینا شروع کردن به ما گفتن که آقا آره اموی بچه هم با ما میرو میاد و خیلی آدم با حالی و اینا گفت جویا شدیم اما بچه ها چند سالشه؟ چهل دو نه پنجا سه پنجا دو سه عکس امو رو دیدیم امو اصلا 25 پنج چقدر عالی چه شوخی هایی, چه برو چه چیز و خیلی جالب بود <laughs> و اینا میگفتن میگفتن که این داره خودش هم به زمان برده بود که من کاری که تو جوانیم نکردم یا مثلا چیزی که نتونستم بهش دست پیدا بکنم توی تایمی که وقتش بوده رو الان مثلا دارم با شما تجربه میکنم همه رفیقام هم قیدشون رو زدم یعنی yani این قشنگ سناریووار گفته بود اینو به اینا آره ایرانم من گفتم حالا ایران چون حالا با دوستایی که ایران اثر مثلا صحبت نمی کنم میبینم که دو, 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 دو تا اکیپ هستن آدمای خیلی سمبالا که هیچ سنخیتی ندارن ولی اونها اومدن به این اکیپ جوون خوردن و قید بقیه رفیقار زدن قید ما نزنیم جان جا. ما رو دور خب بفهم انگوشتشو این گذاشه رو صورتش برای عوض کرد <تص> <تص> آره یه مورد دیگه توجه زیاد به ظاهره میگه ندارم دیگه اینو دیگه اجازه بدید که دیگه از هم پاشیدم بفرمایید آره. افراد برای عقب انداختن در که خودشون نرفتم از میان سالی بیشتر از قبل به سر و و ظاهر خودشون حساس میشن مثلا میبینیم که یهو تغییر رنگ مو میدن موشون رنگ میکنن هم آقایون هم خانما تراشیدن ریش و سیبیلی که همیشه داشتن و حالا جزوی از کاراکترشون بوده یا حتی ریش و مو بلند گذاشتن پوشیدن پوش بستن پوشیدن لباس های جوانانه و به کارگیری انواع کرم و لوازم آرایشی و اینا برای رفع مثلا چین و چورو که پوست دست و صورت و بدن این بوتاکس ها فیل راه فیله را اینا من خودم زیاد با این تاتو چیز نیستم تغییر نگاهه حتماً تغییر آره دوست. میشه دیگه تغییر نگاهه من زیاد با این دو... زیاد نه مخالفم که نمیشه گفت مخالف ولی اوکی هم دیگه یعنی هر کی میتونه هر من کله دستمو میخوام تتو کنم اسلیو میخوای بزنی آره تتویا استینی تتو استینی اینا که موتور دارن بعد داشته باشن از تتو میطلبه آره من زیاد با این قضیه مشکل ندارم دیگه یعنی هر کی تو آرسنی میتونه هر هر جور بپوشه و اینا ولی خب جامعه آلا اگه چیز نباشه عرفی که جامعه داره نیست دیگه عرف جامعه دیگه آره کت نداره چرا چه آخه آخه نمیتون بگی عرف یعنی اونی که همه قبول دارن اون درسته <unica> اون و میذاری چی میشه اون چیزی که تو ذهن <ع menarem> <gel> <تص Chop poor> هم هست کتو میذاری چه تغییر ایجاد میشه درست نه اصلا عرفی که درست هم نیست آره یعنی یه عرفی که معنیشون نیست دیگه معنیشون نیست نه این کار معنیشونه یعنی که دوستان که دارم میشنون بچه همه دارن تو هوا اینطوری ایرکوت <تص> قشنگ گفتی ایرکوت دوستانی دوستانی که دارم میشنون بچه دارن اینطوری میکنه بیاید یوتیوب سابسکرام شده سبا و انگوشت و سطح بالا برده و پای میزن یکی دیگه حس نامیدی و تفاوتیه <applause> تو این حالت فرد شروع میکنه به مرور کردن و ارزیابی دستاوردها و شکستها حالا چه تو روابط عاشقانه چه از نظر مالی اخلاقی تحصیلی با وجود اینکه ممکن اصلا تو سین دیگه دیدگاه سالمتری نسبت به این دسته از مسائل داشته و هیچ مشکلی هم نبوده ولی وقتی بحران میان سالی میاد باعث میشه که مردم به ویژه آقایون با حساسیت بیشتری به این مورد نگاه کنن و دچار احساسات منفی مثل مثلا در موفقیت اندوه فقدان و نامیدی بشه حالا بین این تیکم که قطع شد یه فیدبکی هم از اون طرف گرفتیم که چرا آره بگو خب میخوای تو بگی تو ریوردش بکنی آره فیدب... من اون سوالی که اول از فرهاد پرسیدم که چرا این تفاوت وجود داره که مردا حالا بحران میانسالیشون بیشتر این مدلیه که به دستاورداشو نگاه میکنن و اگه احیانا اون چیزایی که مد نظرشون بوده رو نرسیده باشن اون موقع است که اون احساس حالا ناامیدی و دپرشن و بحران میان سالی سر میزنه برای خانم بیشتر ظاهریه من سوال پرسیدم که چرا اینجوریه و از پشت به ما اشاره کردن که به خاطر صحنه پشت صحنه بله <laughs> از پشت صحنه اشاره کردن که به خاطر در واقع فشاریه که جامعه میذاره چون از بچگی حالا به مرد به بچ پسر بچه ها میگن شما مثلا قوید باید شما نمیدونم مستقل باشید فلان کارا رو بکنید دختر بچه ها معمولا به خاطر ظاهرشونه که تحسین میشن و این احتمالا یه جایی توی ناخودآگاه افراد میشینه و خلعش توی اون سن بروز میکنه آره او بچگی اون نگفتن قوی چرا دیگه همیشه مردا رو اینا رو به کارهای خشن و, زمخت و اینا زیاد... هدف محور بار میان خو خب خوبه یکی خیلی زیاد فرزا خب خوبه خفه شو خب یکی قشنگ ولی نوشته ببین تیچا رو قرمز کرده بعد همش سیسه ببین. از من تو خیلی بهتر <applause> یکی دیگه از عواملی که بسیار دیده میشه ترس و دلهره شدید از فکر به مثلا مرگ و بازم آقایون خیلی بیشتر به این قضیه فکر میکنن یعنی تو دیتایی بوده مرد بیشتر زدن که آقا مرگ ایده مرگ و ایده تموم شدن زندگی ما رو اذیت و آزار اذیت میکنه و آزار میده تو این دوره مورد دیگه استرس مالیه این حس به دلیل تصور بیکفایتی در تأمین نیازهای خود آدم همسر و فرزندان ایجاد میشه و ذهن افراد رو به حد خوبی درگیر خودش میکنه در خیلی بازم مثلا این یه موردیه که در خیلی از موارد اصلا شاید هیچ کم بود اقتصادی هم نباشه طرف حالا اگه که ناناور خانواده بوده هیچ کمی هم نذاشته واسه خودش و اطرافیانش ولی این حسه میاد سراغش اه... یه سری, یه سری هست حالا در ادامه اینا سرسه مختلف رو... من برای مختلف پیشنهاد میدادن اینه که اول میگه که دوران میانسالی دوران میانسالی به عنوان بخش بخشی طبیعی برای تمام افراد هست و وجود داره باید قبولش بکنیم و, و... ممکنه سراغ همه بیاد آره همه و حالا اینم ه... اینم اینم خیلی باحال بود اینو مثلا توی توی منابعی که مال سه چهار سال گذشته بود مثلا من هی می بیشتر بهش اشاره میشد و این بود که درسته که الان چهل سالگی دور چهل سالگی تو جامعه جا افتاده که بحرامیان سالی با افراد پیش میاد ولی امکان داره مثلا تو 25 سالگی اتفاق بیفته تو 30 سالگی, سالگی. آره و این حالا تاثیراتی که تکنولوژی و لایف استایل امروزه ما داره باعث میشه که افراد مثلا اینو حتی خیلی زودتر هم تجربه بکنن و روانشناسا متعلق چقدره آخرش میگم دارم آخرش این چه سوال پرسیدیم که به آخر این هنوز جواب میداد نه اینجا دارم اینجا مثل روزه میرفتی مثلا یه سوال بزرم اینو میگیم آخرش آره. یه حدیث هست که آخرش داره این همه رو جمع میکنن روانشناسا معتقدن که الزاما این دوران با بروز بحران و های منفی همراه نیست نباید همراه باشه همین مثلا یکی نگاه کنه ببینه هر چی خواسته رو رسیده و اینا خوشحال میشه تو چل سالگیش الزاما خوشحال نمیشه ولی این حسای بعد این این بار منفی اینا نمیاد سراغش یه سوال بپرسم حالا کسی که با این شرایط مثلا دست و پنجه نرم میکنه مثلا چم یارو ماشین مثلا خوب میره میخره نقل مکان میکنه میره یه جای دیگه این بده اتفاقی که میفته براش یعنی میتونه آخرش در آخر خوشحالتر از اون چیزی که بود بیاد از این بحران بیرون اگه, به اگه مثلا اگه یکی متعهل باشه که اکثر, اکثر حالا این آدمایی که تو این داستان من میگشتن متعهل بودن و رفته بودن فر داشتن رابطه خارج ازدواج داشتن خب, او. اون ضربه میزنه دیگه اون ب... به, به زن طرف یا به شوهر طرف نه ضربه میزنه فکر... ]ه. تو... تو کن که خودشو داره در نظر میگیره خود طرفی ام. که رفته تو میدلایت یه کمبودی داشته دیگه قاعدتا ایمان میگه فرض همه اون کارا رو انجام داد ام. به هر طریق و هر کیفیتی این میتونه باعث این بشه که خوشحال تر زندگی کنه بعدش آه... خب به نظر داره چون یه لیست کارهایی بود که گفتیه مثلا بسته داره کدوم اینا رو بکنید یه سریش بود که آقا ضرر بی... بهت میزنه چه ز... مثلا کدوم نمیدونم مثلا یه یه کار خطرناکی طرف بکنه نه حالا آخر... فرض کن اونایی که ضرر میزنم نه خب نه, به نظرم شغلش عوض کنه ماشینش خوشحال میشه طرف میتونه آره خوشحال بشه آه. اون اونم مثل هر دوره زندگی دیگه مثلا حال مثال که ایمان رو ماشین رو زد امکان داره بعد چند سال اون عادی بشه حالا دنبال یه سری شیطنت دیگه باشه مثلا فکر کنم ایمان منظورش این بود که شاید زام بدن نا شاید نا نبود ببین دیدی که نسبت به میدل لایف وجود داره همیشه خیلی منفیه منفیه آره. طرف مثلا میدل لایف داره الان مثلا افسرده است فلان و بیسار و اینا یه سری کارهایی داره میکنه که شاید عقلانی نیست شاید به قول حالا کارون <laughs> عرف جامعه نمیپسنده خب عرف جامعه نمیپسنده ولی طرف میتونه آخرش از این میدلایف لایف که وجود داره از این فاجعه میان که وجود داره خوشحال بیاد بیرون برخلاف باور عموم آره آره احتمالا میشه خیلی تصمیمات غیر منطقی عجب نباشه آخه غیر کی تصمیم میگیره نه مثلا بوده مثلا ببخشید من من فرض کن تو یه کاری رو انسال طرف انجام داده خیلی ماهره یه حف کنه من باید مثلا مربی اسکیت بورد می‌شدم یه چی... یه چیز خب عجیب دارم دارم من... تست کنه شاید خروجش خوب نباشه دیگه آره میدونم ولی ببین احساس میکنم همیشه مثلا توی همون کاری که خیلی ماهره شاید یه اه... کمبودی وجود داشته که رفته یه همچین فکری کرده دیگه همیشه ی... یه مشکلی هست که تو یه تغییری میخوای ایجاد در 95 درصد موارد اینطوری که مشکلی وجود داره حالا یه کمبودی وجود آره یه داره. کمبودی وجود داره و تو میخوای تغییر ایجاد بدی ام. ام حد اقلی که من از طرف رفته حتما یه امتحانی کرده دیگه اون مهارتره که به قول تو اگه انسان یه کاری کرده که مهارتر رو از دست نمیده شاید مجبور بشه مثلا یک سال دوباره روش کار بکنه و برگرد به ها مهارتی که داشت حالا ما نشستیم تو سن 27 8 9 سالگی داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم ولی من حالا از های فرهاد استنباط همینه که این یه پکیج میاره برای تو یه پکیجی که تو ممکنه شروع کنی خیلی چیزایی رو در واقع مورد سوال قرار بدی که لزوما جای سوال نداره خب یعنی تو اون تو حالت دپرشنه که قرار میگیری و حس و حال خوبی نداری ممکنه رابطه تو سوال کنی ممکنه اه. کار تو زیر سال ببره لزوما همه اینا اون فاکتورهایی نیستن که به قولتون خلعه توش احساس میشه ولی چون یه مجموعه به تو در واقع حمله ور میشه اون حجمه این احساسات و افکاره که نامعنوسن برای تو به وجود میاد واکنش تو به این مجموعه ممکنه خیلی عقلانی نباشه ولی لزوما تک تک این اجزا ممکنه که دوچار مشکل نباشه من برداشتم اینه درسته مثلا قضیه وضعیت مالیه مثلا آره این موقع شغل شغلیت دامید با چه حسی و دامیده آره و آره حالا اولین قدم ارفان شدی و آره ارفان <شدیه. تصفح> آره. اره. <ايرفان. تصفح> اولین اولین قدم <تصفح> پذیرش و شناخت میانسالیه یه که روبرو شدن با این دوره جدید که با تغییرات فیزیولوژیکی و ذهنی در انسان همراهه و پذیرش اون و, و پذیرش اون مهمترین روی کردی هست که ما رو در افتادن در این بحران حفظ میکنه یعنی ما اول اصلا بتونیم بفهمیم که آقا این خب یه چیزی که امکان داره بر من اتفاق بیفته و میتونم حالا هم از دیگران کمک بگیرم هم برم متخصصش ببینم روانشناس ببینم و یه جون سالم به در ببرم به قولی از این از این بحران سر بلند بیام بیرون رو سفید کنم یکی دیگهش پرهیز از شتاب زدگیه که حالا راجعش گفتیم یه دوران میان سالی آدم پایینیه خودش میدونه چرا با افزایش ریز همراهه و میل شدید به تغییرات باعث اقدامات و تصمیماتی میشه که نتایج منفی و زیانباری برای افراد داره به خاطر همین تو این دوره افراد میتونن تصمیمات خودشون رو با اطرافیان معتمد در میون بذارن یا انجام اون کار رو به بعدن موکول کنن و یا حالا ما خیلی تو خود هی گفتیم بنویسن رو کاغذ بیارن و هی مرور بکنن این جالب بود یعنی حالا این چیزهایی که من دارم میگم تهش که نوشته بودم میدیدم چیزهای خیلی خاصی نبود ولی این افراد میگفتن اینا رو مثلا همسراشون میگفتن مثلا راجع به همین پرهیز همین شتاب زده نبودن و اینکه با افراد مثلا معتمد صحبت کردن و اینا افراد خانواده میگفتن گفتن آره می مثلا شوهر من که تو این بحران افتاده بود تو این کرایسیس بود یه رفیق داشت حتی مثلا پدرش بود پسرمهاش بودن اینا که به این کمک میکردن مثلا میخواست شروع کنه ملک و املاک رو فروختن شروع کنه از کلا از کشور رفتن اینا به جای دیگه نقل مکان کنه میگفت خیلی موثر بود اینکه که یه گروه آدم معتمد رو داشتن که آدم بتونه تو اینجور مواقع ازشون کمک بخواد راهنمایی بخواد مثلا یه یه ترمزی باشن واسش یه زنگ خطری واسش باشه خب یه جا هم گفتی طرف میاد دوست قدیمی آره آره خب باشه که اونجا دکمه همه رو باشه ولی درست دمازل. آره, آره. این که این دوتا بعدیش هم خیلی باحاله یکی از تجدید عشق با همسر یا حالا پارتنرتون یکی از پیامدهایی که این دوران به همراه داره نیاز افراد به روابط عاطفی و پرشور و هیجانه اگه فردی نتونه اینو رابطه،, رابطه رو توی خانواده بیارن با پارتنر و همسر خودش تجدید و احیا بکنه به روابط خارج از ازدواج حالا رابطه ای که به اون متعهد هست سوق پیدا میکنه که میتونه بدترین ضربه رو به زندگی اون فرد و پارتنرش وارد بکنه به همین خاطر لازمه تو دوران میان سالی روابط عاطفی و عاشقانه رو با پارتنرمون احیا بکنیم و با طرح موضوع کردن و ایجاد برنامه های مناسب یه روح تازه‌ای در رابطه بدمیم نه نه این الان این تموم شدیم برگه دیگه خالیه چی رو میخوای بگی؟ اینو آخه اولش گفتم اینا جالبه باسه همین این خیلی جالبه من اینجا میگن رینیو آر آره اینجا خیلی دیدم حالا تم تبلیغ های تو مجله ها دیدم هم هم این که شنیدم که یه سری جاهایی هست شما با همسرت با پارتنرت میتونی بری یه نفر سومی میاد بینتون و یه سری اتفاقات خیلی عجیب میفته نه 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 گوش بده گوش بده شو نفر سبو میاد چیکار میاد میاد رابطه شما رابطه حالا آتفی سپایس آفش بکنه از هست دادیم اینو خب میدونم به چی فکر کردی به چی فکر کردی همه یه کسایی که شنیدن به یه چیز فکر کردن مشتی فقط توی که دل بیزی دیگه فکر کنی اونم آخرش بهت میگه یه شماره هست میدم اگر که خواستین آره نه میان هم از لحاظ عاطفی و در رابطه هم از لحاظ جنسی شما رو مثلا بررسی میکنن میبینن آقا مثلا تو چند سال گذشته چه جوری بودین چقدر مثلا حسل سربر شدین دیگه برای همدیگه؟ چقدر دیگه مثلا پیچ زندگیتون رنگ و بویی نداره خب من که اصلا متخصص این داستان نیستم ولی من دیدم تبلیغاشو حالا حتی از افرادی هم شنیدم که واقعا این سرویس ها هم هست همین تو همین مثلا شهر نمی دونم مثلا شما شماره یا و اینا میان همچی کاری میکنن <تصحنت> این با دوسته تا این را که صحبت میکرد این 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 گروه صحبت میکردن خیلی چیزای باحالی میگفتن یعنی حالا بخ... بگی به ما همین نفر سوم چیکار نفر سوم مثلا یه خانم یا آقاس آب بخور چه که یه خانم یا آقاس که حتی بعضی وقتا وارد رابطه میشه با با این خانم آقا تو بعضی از موارد <تص> او هست دیگه من اولش خندیدم همین بود اسپایساب میکنم یارو بابا زیار سراده بشتی نه نه من رو یاد این ریلتوران دارم این خودش این خودش کتگوریه این قفله

نه 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 چیزی نه وای وای ولی نمیدونم این خودکس سرویس داره ارائه میده شما ایمیل بزنی داره نمیدونم اینو بشه ولی خیلی دارم میخواد این ما خودمون اضافه میکنیم با تمام سرویس ها یا گارانتی هم روش میذاریم خب آره اینو داشتم گفتم خیلی دارم خاصی جوری میشد این اینا رو نشون بدم که حالا بقیه هم ببینن که چه جوریه نه 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 خودشون بچه‌ها یه سری وبسایت هست میرن نگاه میکنن نه بابا یه لحظه چی نگو بی ادب از اولی که من پارتنر گفتم تیز کرد که بحثو ببره تو جاده خودش ولی آب, آب. ایمان جمع شده از این دو هفته جونا. سمومه <تصفح> رو پیاز <تصفح> آره یه موردی هم که خب خیلی خیلی راجعه صحبت میشه مراقبه و ذهن آگاهیه که همون مدیتیشن و مایندفولنس میشه که مایندفولنس هم توی خودکست راجعه صحبت شده خب پاز میکنیم اذیت نشیم تو دوران میان سالی و در پی آگاهی به ناپایداری زندگی و حتمی بودن مرگ راهکاری که پیشنهاد میشه برای جلوگیری از ناامیدی و افسردگی ناشی از این آگاهیه انجام مراقبه هست که میتونه به هر روش و استایلی که مورد علاقه فرد هست و حالا بهش عادت داره اتفاق بیفته مراقبه و ذهن آگاهی تاثیر مثبتی تو کاهش استراب و استرس ناشی از بحران میانسالی داره و فرد رو بیشتر سمت رضایتمندی از زندگی سوق میده این ده رو تاثیرش چیه نه... میدونی یا ببین مایندفولنس مثلا آره یا مدیتیشن مدیتیشن زیاد نمیدونم ولی مایندفولنس این بود که میگفت تو تو به این باور میرسی به این درک میرسی که داره چه اتفاقی برات میفته سعی میکنی که بیشتر اتفاقی که دور برات میفته رو تحت کنترلت قرار بدی فکر نمیکنی که مثلا یه اتفاقی از بالا داره مثلا واسط میفته کنار میای با این موضوع کنار میای و میفهمیش خیلی از آدما نمیفهمن که چرا اینطوری دارن میشن آها فهمیدم گیجن گیجو حالا این که گفتی چقدر طول میکشه اینو گفتم آخرش میگم فرد تا فرد متفاوته مثل همه و اگه به اون رسیدگی نشه میتونه تا پنج سال تو بیشتر مواقع بیشتر کیس هایی که بوده طول بکشه و ولی اگه کارهایی که حالا پیشنهاد شده حالا اینایی که من پیدا کردم از این و اون و اینا انجام بشه و فرد با متخصص با روانشناس موضوع رو مطرح بکنه خیلی سریعتر و راحتتر از این دوره عبور میکنه و خیلی از مثلا اتفاقای بدی که امکان داره براش بیفته از مثلا تصمیمات تجولانه و اینا رو میتونه ازش جلوگیری بکنه تو همه این مورد ها تو همه کیس که بود صحبت هایی که میشد اطرافیان اون،, اون شخص میگفتن که آقا این وقتی که رفت این با این مشاور صحبت کرد اصلا زندگی ما این, این رو شد اون تونستی افساری بندازه به قولی گردن این مسئله و مشکل رو بتونه مثلا به خوبی کمک حرفه‌ای گرفت آره کمک حرفه‌ای رو تقریبا همش میگفتن حالا چه اون پارتنره و اینا چه آره ولی خب مالی و این تو بدونی باید بری کمک حرفه‌ای بگیری مستلزم اینه که اون مشکله رو بشناسی و آگاه باشی به تو ممکنه تو شروع کنی حالا وارد اون فاز شده باشی تصمیمات عجولانه و عجیب غریب بگیری ولی اصلا ندونی بحران میانساریتیه در که اگه بدونی میری حالا کمک حرفه ای هم آخه دونستنش هم در واقع گرفتن و کمک حرفه هم یه شجاعتی میخواد دیگه میدونی همیشه بری تو... اوپن اپ کنی آره... باز به سرعت... شجاعتی <تصفح> به نظر من بعد از دونستن میاد یعنی تو مرحله اول باید بدونی این اون مرحله از زندگیته حالا این که تو بری کمک حرفه ای بگیری یا نگیری میشه شجاعت ولی تو اگه ندونی این اصلا بحران میان سالیته انقدر پرخاشگر یا حالا اون واکنشا رو نشون اصلا... میدونی که یه مشکلی هست دیگه نمیدونی یعنی وقتی شروع میکنید اینجور اینجور فکر را... آره ولی حواس شدن احتمالا میدونی که یه مشکلی وجود داره حالا آره من احساس میکنم که به واسطه قبلا شاید اینطوری بوده که آدما ممکن بوده با این مشکل دست و پنجه کنن و نیاز به مشاور داشته باشن مثلا یه سری مشکلات آره عاطفی بیاد سراغشون نیاز به مشاور داشته باشن من احساس میکنم بعد از این کووید و اتفاقایی که توی چند سال گذشته حداقل برای ایرانی افتاده هممون به مرا از دم نیاز داریم که بریم با یه مشاوری صحبت بکنیم ام. و با هر انسانی صحبت کنی طرف میره دکتر میبینه برای هر چی تو هر سنی که باشه یا حالا مصومه یا یه جایش درد میکنه دکتر فیزیکی رو ما خیلی راحته برامون رفتن ولی هنوز مثلا مشاور رفتن و خیلی سخته اینطوری نمیشه گفت یعنی دیدن مشاور واقعا یه شجاعت میخواد من واقعا به این اعتقاد دارم که تو برای اینکه بخوای واقعا ببین برای اینکه بخواد کار بکنه باید اوپن اپ کنی دیگه باید مثلا با یارو رو راست باشی چون که میتونی یارو کارش دیگه آره نه نه ولی میتونی مثلا به یارو هم همه چیزو شاید نگی میتونی اون قدم باید با طرف رو آره در واقع اون چیزایی که میخوای بهش نگی و رسیدن به اون مرحله که تو به خودت قبول بکنی که میخوای این کارو بکنی اون واقعا نظر من کار هر کسی نیست یعنی شاید واقعا یه سرویسی باید باشه یا نمیدونم من اینو نمیدونم شاید اصلا اون بهت کمک میکنه که به اونجا برسی اون مشاوره حالا من فکر کنیم فراینده یه نیست یه اتفاق تدریجیه چون حالا مثلا ماها احتمالا هیچ وقت این کار رو انجام ندادیم قبلا تو گذشته عادت نداریم به اینکه به قول تو اوپن اپ کنیم خودمون رو بیرون بریزیم ولی این تدریجی این اعتماد بین تو و اون فرد ایجاد میشه که تو این حس راحتی رو بکنی که من الان میتونم واقعا احوالات درانیم رو باهاش در باش به اشتراک بذارم یه شبه قرار نیست این اتفاق بیفته بعد این حرفی که ایمان میزنه هم به استیگما استیگما رو میشه بگی چی میشه خیلی سخته ولی حس افکار منفی یا حس منفی نسبت به چیزی یه چیزی که حالا بالاخره بی... که از سمت جامعه میاد خیلی بهمون رپ داره یا بستگی داره حداقل جامعه مایی که ایرانیم یا خودمون هنوز به جامعه ایرانی وصل میدونیم اینه که خیلی به این قضیه بد نگاه میشه قب. یا حداقل م... قب داره. آره یه آره یه قبه ولی با چیز منفی داره اما دلیل داره آخه به خاطر اینکه تو برگرد به بچگی ما چقدر اوپن اپ کردیم برای کی یعنی توی مثلا آره. دوران بچگی خیلی چیزهایی که ما قایم میکردیم یعنی ما مثلا کامپیوتر بازی کردنمون قایمکی بود چون که باید درس میخونیم چه میدونم بیرون رفتنمون قایمکی بود دختر مثلا دو دختر داشتن ها همه قایمکی بود به خاطر اینکه خب درست نبود و اینا همه چی هیچ وقت رو بازی نکردن یعنی یاد داشتیم از خانواده قایم کنیم یا از مدرسه و یا از خودمون مهم. یا از دوستامون به آره همیشه, یه, چیز همیشه یه چیزی بود دیگه خب اینجا خیلی دوستی کمتر بود. میبینی یعنی یه سری روات وجود داره مثلا با خانواده ها که خیلی شاید باستر و راستر شا... نمیگم همه ها مثلا میگم... میبینی شاید تو ایرانی ها میبینی ولی من مطمئنم که تعدادشون به مراتب بیشتره توی جامعه غربی یا مثلا از مدرسه تو خیلی چیزا رو نباید مخفی میکردی یا از دولت مثلا خیلی چیزا رو خیلی داشتن مخفی میکردی یعنی همیشه اون مخفی کاریه بود برای همین خیلی سختره که تو بخوای توی حالا سن بزرگتر تمام اون تجربه بچه ای که داشتی بذاری کنار حالا شروع کنی مثلا خیلی راست با نفر صحبت کردم ولی این نکته هم که کارون گفت مقایسه کرد مشابه رو رفتن با دکتر حالا مثلا پزشک و پزشک مثلا مسائل فیزیکی و این خب همینطوری که گفت تدریجی اگر این باب بشه که آقا مثلا ام تو برید مشاور و بعد مثلا در آینده تو مثلا بچه دار بشی و اون بچه هم ببینه که تو عین دکتری که مثلا سرما میخوری مشاورتم هم میری آره ولی مثلا این تو دراز مدت شاید هم این نرمال, نرمال بشه دیگه 100 در صد درس یعنی اصلا نمونه بارزش هم این دکتر فیزیکی است بخاطر که تو بچگی نه آقا میبرن مثلا باید بری آمپول بزنی باید, باید بری سرما میخوری آه. مثلا از بچگی رفتی دیدی این موضوع رو ولی اگر این مثلا این مشکل اگر که از طرف مادر پدر اگر مثلا میفهمیدن که شاید این الان یه افسردگی داره و بچگی تو رو میبردن و این اتفاق میافتاد مطمئنا تو هم تو سن بزرگترم اون ترسه رو نداشتی من میگم که منی که الان سی سالمه و تا به حالی اتفاق نیفتاده سخته. من هر کار دیگرم میخواستم بعد سی سال انجام بدم که برخلاف تمام کارهایی بود که تا الان کردم خب یه ذره آدم میترسه دیگه آره کسی نمیگه اینجوری ولی به تدریج میشه فیزیک هم ملموسه میدونی مثلا دلت درد میگیره هیچ کاری نمیتونی بکنی باید بری یکی ببینی اینم ملموس اگه آموزشش رو میدیدیم چون آموزش ندیدیم ملموس نیست آره نمیتونی دیتکتش بکنی یعنی نه نه ببین حالا نگاه کن مثلا من با مشاور صحبت میکنم همیشه آخرش به من میگه حس تو الان به من بگو ام. من میگم مثلا من نمیدونم بعد میگم به من لیست بده مثلا لیست میده میگه ما این حسا رو داریم از اینا انتخاب کن میدونی اصلا داره. اونقدر بهش آگاهی نداره ولی من انجام درک کنم میفهم میفهمم پای من داره درد میکنه دیگه آره نه ولی مثلا چیزی که من میگفتم اینه که دپرشن و اینا قابل دیدن نیست خیلی مثلا میبینیم که خیلی تو این دو سال دو سال گذشته خیلی از کمدین ها که آدمایی که اصلا پرچمدار خنده و در بازی بودن حالا در بازی کمدی نه 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 تناز بودن. آره تناز بودن لفظ بدی نخواستم استفاده بکنم بودن خودکشی کردن چون از دپرشن خیلی بد رنج میبردن و اینا میگی میدونی چی میگم یعنی پیدا نیست خودشو نشون نمیده تو چه در نمیگه خب همین هم میگه دیگه میگه اگر آموزش ببینیم میتونیم دیتکتش کنیم زود مثل پا در گرفتن آها آها آها. ببین شاید هم میگم حالا بعضی هم دیتکتش میکنن ولی به قول خارجی ها این ترمز اومدن با اون قضیه میتونه خیلی سخت و طاقت فرسا باشه اینکه تو بخوای خودت شخصا مشکنار کنار بیای که آقا من این مشکل دارم اوکی. بریم حلش کنیم یعنی این بریم حلش کنیم هم خودش میتونه خی... میگم خی... به نظر من بروش. کسایی که میرن حالا شاید برداشت من اشتباه باشه کسایی که میرن پیش مشاوره و صحبت میکنن آدمای خیلی شجاعی یعنی اینکه تو به این باور داری که یه مشکلی وجود داره و میخوای حلش بکنی و بر... آره مخصوصا ایرانی ها که برخلاف تمام باورهایی بوده که تو دوران بچگی گذرونده دیگه میگم همیشه در حال مخفی کاری بودیم از همه فرق نمیکنه ولی خب الان میخوای بری با, با یه نفر تمام اون حالا احساساتی که داری و واقعا بری باش در میون بذاری حتی تمامش هم نه یه مقداری از اون احساساتی که داری و بخوای باش در میون بذاری درست فرجان دست شما دارد خیلی اپیزود خوب ممنون که همراهی که هفته بعدی شما خواهی بری برای سرپراز هفته بعدی برید... فرهاد و فرزاد نه با گفتم تو میره <تصح> میاد میخوایم ما دیگه اینجا چیز هم بخواییم <تصح> مرسی مرسی <مرسي تصح> اون <آمیه تصح> ببندیم خیلی عالی ما توی تمام فضای مجازی اسم خطی هسته توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخوایم به ارتباط مستقیم داشته باشیم میتونید توی تمام این فضای مجازی برای ما پیام بذارید ما سعی میکنیم همه رو بخونیم و پاسخ بدیم ما میریم و هفته دیگه با دو تا دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 <applause> 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 <applause>